برای خیلی همون پیش اومده میخواستیم بریم دنبال یه لپتاپی بگردیم که فقط باهاش فیلم نگاه کنیم. خب چه کانفیگی داشته باشه؟ اصلا چی برامون مهمه؟ تو چرا اینجا قیمتی لپتاپای برای فیلم دیدن خوبه؟ به نام خدا. سلام، من علیرضا جعفری اینجا کالوگو هم، شما هم که خیلی خوش اومدید، 1400تون تا ته عید مبارک. خب اگر بخوایم ویدیو رو با این شروع بکنیم، چون خیلی از رفقا و دوستان و اینها پرسیدن تو این چند وقته که آقا، چون من خودم داخل ویدیو گفته بودم، گفته بودم بر اساس قیمت و کارایی به ما بگید که چه لپتاپی مد نظرتونه. خیلی از رفقا لوت داشتن پرسیدن، کارایی مختلف مشخص میشد و تیه مثلا آقا میگفتن قیمت برام مهم نیست، فقط برای این کارایی میخوایم، چیا برامون باید مهم باشه و موقع خرید بریم دنبال چه پارامترایی. یه ویدیو رو براتون جمع کردیم در رابطه با اینکه درباره کسایی که میخوان فیلم ببینن، آقا نوروز 1400 میخوان بچینن فیلم ببینن و فقط با لپتاپ فیلم نگاه بکنن، چه لپتاپی ها بخوان بخرن، یا حالا کلن اهالی فیلم و موسیقی و اینا بیشتر علاقه دارن به چه لپتاپ هایی. اگر فقط فیلم رو بخوایم در نظر بگیریم، خب قاعدتا فیلم وجهه و جنبه دیداریش و شنیداریش لپتاپ هایی که میخوایم بخریم باید بالاتر باشه. از لحاظ دیداری بخوایم صحبت بکنیم، باید بریم دنبال لپتاپ هایی که صفحه نمایش های بهتری داشته باشن. حالا کل قضیه صفحه نمایش توی ویدیو جداگونه بهتون میگم، طبق رویه سی پی یو رم و اینایی که شروع کرده بودم اون رویه ادامه خواهد داشت، ولی اون بمونه واسه بعدن. فقط میخوایم یه پکیج رو معرفی کنیم که آقا این پکیج برای کسی هستن که فیلم میخوان نگاه بکنن. اول از همه مهمترین بخشی که هستش اینه که کیفیت صفحه نمایش چی هستش. صفحه نمایش ها رو بخوایم کیفیتی بخوایم دسته‌بندی بکنیم، روی لپتاپ ها ما HD داریم، فول HD داریم و 4K. نسبت تصویر ها بچه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی نسبت تصویر میبینی لپتاپ نسبت عرض به طولش با هم دیگه فرق میکنه، ولی ما کلیت رو میگیم HD. حالا دقیق تر بخوایم بگیم، باید بگیم آقا چند پیکسل در طول، چند پیکسل در عرض، ضرب این دوتا بشه کیفیت صفحه نمایشون. ولی کلیتش اینه که HD و فول HD و 4K بالاخره یه PPI تصویری به شما میده، یعنی مطلوب ترین وضعیت PPI تصویره که میشه پیکسل پر اینچ، یعنی چند تا دونه پیکسل در هر اینچ قرار گرفته، که قاعدتا 4K ها خب خیلی لپتاپ محدود و گرون قیمتی هستند، فول HD لپتاپ هایی هستن که قیمتاشون خوش قیمته و برای فیلم دیدن هم خوبن. HD ها خیلی دیگه ضعیف میشن و برای کارهای دیگه من میگم خیلی مناسبن، ولی برای فیلم دیدن توصیه نمیکنم برای صفحه نمایش HD رو که بخواد کسی بخواد انتخاب بکنه و بخواد فیلم باهاش ببینه. پس نکته اول کیفیت صفحه نمایش، نکته دوم اندازه صفحه نمایش. ما میخوایم دسته‌بندی بکنیم لپتاپ ها رو به اندازه صفحه نمایش های مختلف، یکی هولوش 12.3 تا 13 خورده ای داریم، یکی هولوش 15 که دقیق نیست 15.7 و این هولوش ها داریم، یکی هم 17 خورده ای یا همون 17 اینچی. رنج لپتاپ هایی که توی این سه تا بازه اندازه صفحه نمایش هستن رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، 15 و 17 قاعدتا بهترین لپتاپان. اگر میخوای پورتابیلیتی یا همراه پذیری لپتاپ رو لحاظ بکنید، برید دنبال لپتاپ 15 اینچی. لپتاپ 13 اینچی برای فیلم دیدن خیلی کوچیکن و من خودم حالا تجربه هم اینه که خیلی زیاد مناسب نیست یه لپتاپی که 13 اینچی باشه رو بخوای باهاش فیلم نگاه بکنی. پس مورد اول کیفیت صفحه نمایش، مورد دوم اندازه صفحه نمایش و مورد سوم نوع پنلیه که توی صفحه نمایش به کار میره، که اون هم معمولا حالا توی لپتاپ ها با زاویه دیدشون هم مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بخوایم دستبندی بکنیم، ما پنلایی که توی لپتاپ به کار رفته TFT رو داریم، IPS LCD رو داریم، LCD الان خیلی کم سرن، IPS LCD هستن اکثرا، و خاندان LED که حالا هر کمپانی میاد مدلای مختلفش رو میزنه. خود خاندان LED رو بخوایم دستبندی بکنیم خیلی محدود هستن و نمیتونیم بگیم الان خیلی لپتاپ زیادی داریم توی بازار که LED هستن. نزدیک به 80-90% لپتاپ دنیا، نه ایران فقط، IPS LCD هستش و یه تعداد خیلی کمی، یه تعداد 20% LED و TFT هستن. TFT ها که خیلی قدیمی هستن، اصلا توصیه نمیکنم برید سمتش. چرا؟ چون TFT ها زاویه نمایش خیلی کمی رو به شما ارائه میدن. برای کسایی که فیلم میبینن باید زاویه نمایش خیلی خوبی داشته باشن و خب قاعدتا صفحه نمایش TFT نهایتا تا اونجا که من یادمه 130-135 دیگه نهایت زاویه‌ایه که به شما میده.
زاویه نمایش هم یعنی چی؟ یعنی شما لپتاپ رو بچرخونی یه نفری کج بخواد نگاه بکنه رنگا رو رنگای واقعی ببینه. اگر رنگا رو رنگای واقعی نبینه زاویه مطلوبی نیستش، یعنی سیاه میشه. حالا یا فید به سفید میزنن بعضی صفحه نمایش، بعضی از صفحه نمایش فید به سیاه میزنن که حالا مثلا IPS خودش تو دو تا زاویه، یکی سفید میشه یکی زاویه‌اش یه زاویه دیگه‌ش هم سیاه میشه. خود صفحه نمایش IPS تقریبا الان تا 175-6 درجه رسیدن، یعنی کاملا شما حتی از کج هم به صفحه نمایش نگاه بکنید، از زاویه کج هم که مثلا لپتاپتون اگر اینجوری هم باشه بهش نگاه بکنید، صفحه نمایشتون رو صفحه نمایش مطلوبی میبینید و کیفیت نور و رنگا تقریبا چیز مطلوبی هستش که IPS رو میگم توسعهش هم به خاطر همینه. LED ها محدودیت دید ندارن، یعنی یکی از محسنات صفحه نمایش LED تو گوشیامون هم خیلی ها دیدید دیگه، از هر طرفی بچرخونی رنگ همون رنگی هستش که توی حالا زاویه مستقیم ما نگاه میکنی. پس یکی از دیگه بحثایی که وجود داره کیفیت صفحه نمایش ها هستن که حالا بخوایم وارد جزئیات بشیم که آقا TFT چیه، IPS LCD چیه و خاندان های LED ها چی هستن، اونا هم باز مفصله که توی یه ویدیو فقط درباره LCD ها و صفحه نمایش ها صحبت میکنیم. مورد بعدی که پیش میاد میگن آقا کانفیگ چی برای کسایی که میخوان فیلم ببینن؟ برای کسایی که میخوان فیلم ببینن به نظر من کانفیگ زیاد مهم نیست. چرا؟ برای مثلا یه طیفی از بچه‌ای که فقط 4K دانلود میکنن و مثلا لپتاپشون صفحه نمایش 4K داره، قطعا نیاز دارن به یه کارت گرافیک خوب و یه CPU خوب که بتونن اون 4K رو که دانلود کردن با همون رزولوشن و همون کیفیت بتونن 4K نگاه بکنن. ولی این طیف دوستان و رفقا خیلی محدود هستن. اکثر بچه‌هایی که میرن مثلا حالا فیلم هم میخوان نگاه بکنن، حتی حرفه‌ای هم نگاه بکنن، 4K نیستش لپتاپشون. دست به خاطر همین کانفیگ زیاد قوی مثلا شاید پارامتر پنجم باشه کانفیگ یه لپتاپ، از لحاظ این که بگیم آقا صفحه نمایشش بخواد صفحه نمایش خوبی باشه و چیزهای دیگه و برای فیلم دیدن فقط بخواد استفاده بشه. نکته آخری که میمونه بحث الان تصویری و همه رو گفتیم، بحث صوتی. ما تو بحث صوتی اونقدی دستمون باز نیستش توی لپتاپ ها که بگیم آقا یه سیستم صوتی خفن و فلان و اینجا حرفا، میتونید بهشون لینک بکنید، ولی چون کلا پورت های خروجی لپتاپ ها محدوده و زیاد دسترسی ندارید، شاید مادربردهای قدیمی شاید خیلی دسترسی های بهتری بهمون میدادن، ولی الان مادربرد لپتاپ ها رو دارم میگم، قدیمی خیلی دسترسی های بهتر میدادن کانکتور، چون کانکتور ورودی و خروجی صداشون جدا بود، شما خیلی راحت میتونستی مثلا آمپلیفایر بهش کانکت کنی بعد وصلش کنی به یه سیستم صوتی خیلی قوی که بتونی مثلا اگه بخوای با یه سیستم خوبم گوش بدی خیلی راحت بتونی این رو گوش بدی. ولی الان جک ها یک پارچه شده، چون بیشتر میگن کسایی که فیلم نگاه میکنن با هدست هنسفری و چیزای دیگه و دیوایس های دیگه مثل از این قبیل استفاده میکنن، به همین دلیل معمولا جک ها یک پارچه شده و اونقدر سیستم صوتی اکسترنال حرفه‌ای نمیشه کانکت بکنید به لپتاپتون. نمونه خود سیستم های صوتی دستگاه که کمپانی های مختلفی اومدن دارن میزنن، هارمن کاردن هستش که با دوتا کمپانی ایسوس و لنوو فعالیت میکنه، AKG انحصاری روی لپتاپ های محدود خود کمپانی سامسونگ و هر کدوم از کمپانی های یک کار با یکی از این سیستم صوتی سازها، سیستم صوتی ساز جده این مثلا محمد سیستم بند سرخیابونمون افتاده مونیم و اون به قولی رفتنی سیستم صوتی سازها و با اون کمپانی قرارداد دارن. مثلا قدیم یادمه با اولسن اگر اشتباه نکنم، حالا این کلمه برند خارجی شو یادم نیست، ایسوس با اونا قرارداد داشت که یه دونه حالت بخش حالا کله قندی طوری کنارش میداد که اون کله قندیه یه جوره، یعنی حکم مثلا بیس و تریبل سیستم صوتی رو کنترل میکرد و کار توییتر رو یه جورایی توی ماشین مثلا سیستم صوتی ماشین انجام میداد. ولی کلیتش اینه که دنبال این باشید که چون انقدر ریز نمیگن که مثلا آقا چند دسیبل خروجی داره توی لپتاپ فلان، مثلا اینا رو واقعا نمیگن بهتون و اینا رو خودتون برید بگرید ببینید تو بین لپتاپ کدومش اوکیه. ولی کلا میگم همه لپتاپ که دالبی ساپورت هستن اکثرشون و استریو ان دیگه سینگل و مونو نداریم به اون صورت، چون بالاخره در هر لپتاپی رو میان باش فیلم نگاه میکنن
ولی اینکه تو کدوم یکی از لپتاپ کوالیتی بهتری توی سیستم صوتی داریم رو بسته به تجربه کاربری شما رفیقامون داره که بگید آقا اگر واقعا حرفه‌ای به عنوان فیلم نگاه کردن دارید نگاه میکنید و لپتاپتون رو خرید، بگید به ما توی کامنت ها بنویسید، لایک بکنید، شیر بکنید، فالو بکنید. همین الان نیازمنده به این قضیه هستیم، یعنی من اول ویدیو نگفتم، آخر ویدیو گفتم، و این کارا رو انجام بدید و بنویسید بگید آقا من لپتاپم اینه، اینو بیشتر از همه مثلا این سیستم صوتی رو دارم، نگاه کردم به لپتاپ رفیقم، دوستم، فامیلمون، اینا دیدیم این از همه بهتره. این هم نکته بعدی. و نکته آخری که میمونه بحث باتریه. برای کسایی که میخوان فیلم نگاه کنن، معمولا چون دیوریشن یه فیلم تقریبا یک ساعت و خورده دو ساعت، اینا همه لپتاپ ها میکشه، ولی کسایی که خوره فیلمن و پیوسته فیلم نگاه میکنن، بیشتر لذتشون در اینه که آقا این لپتاپ معمولا به یه جای وصل نباشه، پاشون گیر نباشه، یه جایی بتونن اینو بفرن جابجا بکنن، هی پیوسته باهاش فیلم نگاه بکنن و راحت باشن. اگر بخوایم به این نگاه بکنیم، اینجوری نیست که مثلا توی گوشی ها، ما خیلی از گوشی هایی رو داریم مثل M53 سامسونگ که مثلا 6000-7000 میلی آمپر ساعت باتری داره و سخت افزار ضعیفی داره، متوسطی داره، یعنی نسبت ظرفیت باتری نسبت به مصرف سخت افزار، ظرفیت باتری به شدت قوی تره. ولی توی لپتاپ اینجوری نیست، میان اینو اپتیموم میکنن، بهینه میکنن، میگن آقا لپتاپی که مثلا خیلی سخت افزار قوی داره باتری قوی میذارن روش، لپتاپی که سخت افزار ضعیف متوسط و همینجوری میاد پایینتر، باتری هم همینجوری میلی آمپر ساعت و سلش کمتر میشه، که خود سل و میلی آمپر ساعت هم باز توی ویدیو جداگونه براتون میگم و توضیحش رو خواهم داد، چون الان بر اساس کاربری داریم ویدیو میگیریم و خیلی پرسیده شده بود این رو گفتم. فقط اینو بگم، گفتم لپتاپایی که برای ویدیو استفاده میشه کانفیگ ضعیف‌تری دارن. کانفیگ ضعیف‌تر یکی از پارامترهایی که داره، یکی از بغروفنی محسناتی هم که داره، لپتاپ معمولا شارژ دهی بیشتری داره با اینکه باتری ضعیف‌تری داره. شما یه سیستم خیلی خفن گیمینگ اگر بگیرید، نهایتش توی گیم سیستم شما نهایتش مثلا 2 ساعت و خورده ای تا نهایت 3 ساعت به شما بخواد شارژ دهی بده، و توی رندر توی گیم اینا خیلی ضعیف کار میکنن. ولی مثلا تو یک لپتاپی که سیستمش خیلی ضعیف باشه، تو هول و هوش مثلا رنج قیمتی بخوام بگم 12-13-14-15 این رنج قیمتی اگر قیمتش باشه، و یه سیستم مثلا کورای تیری داشته باشه با 8 گیگرم، اونقدر مصرفی نداره که بخواد سریعا باتری خالی بشه و شماها رو موقعی گفتن دستون لنگ بذاره موقع فیلم نگاه کردن تماشای فیلم. این چیزایی بود که بازخوردی که از بچهای فیلم ببین من گرفتم و گفتم آقا به عنوان یک کسی که فیلمو نگاه میکنید چه پارامترهایی براتون مهمه، اینجوری بود و اینا رو توضیح دادن. حالا پارامترهای دیگه هم هست، مثلا آقا یه نفر فیلم نگاه میکنه دوست داره لپتاپش هم سفری باشه، خب اون شخص دوست داره قاعدتا لپتاپ لایت تر و سبکتر یا همراه خودش داشته باشه، از اون طرف هم صفحه نمایشش کوچیک‌تر باشه و خیلی چیزهای دیگه. یعنی این بستگی داره به اون آپشن و آفر و چیزی دیگه، پیشنهاد دیگه که شما خودتون میدید و تعریف میکنید برای خودتون که آهان حالا این گزینه هم حذف میشه و کنار میره. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. اینم فقط بگم چون بچه‌ها و رفقا پرسیده بودن که یه کانفیگ بگو برای ویدیو، کرایتری نست 10 ما توی بازار الان توی رنج قیمتی 14-15 میلیون تومان لپتاپ فیلم برای فیلم دیدن داریم. اولا که فول اچ دی باشه، به دنبال اونایی که فول اچ دی ان، کورای تری نسل 10 جواب کارتون رو خواهد داد، که بخوام بگم دو مدل کورای تری فکر کنم 1000 یو و 1005 جیوان اگر اشتباه نکنم، یعنی 1005 نسل 1 که 1005 یه هوا بالاتر و حرفه‌ای تر از 1000، ولی در حد هم دیگه هستن. توی این رنج قیمت 15 تا 16 میلیون تومانی دیگه بخوام کانفیگ دیگه هم، رم 8 دارن، SSD ندارن، گرافیکاشون آنبورد هستش، به اصطلاح میگن اینتل اچ دی هستش و گرافیک جداگونه ندارن رو بورد خودشون و چیز دیگه ای مد نظرم نیست. سیستم صوتی هم همه همون چیزی هستند که بر اساس اون کمپانی زده، مثلا LTE لنوو که یک مثلا لپتاپ پرفروش هست توی بازار، از
10 تومن فکر کنم تو بازار داره، 11 خورده اینا تو بازار داره. الانی که یک شنبه یک فروردین این ویدیو رو من دارم ریکورد میکنم، اینو فردا یه قیمت دیگه بشه من کار ندارم، ولی از هولوش 11 12 تومن تو بازار داره تا 27 تومن. شاسی همون شاسیه ولی کانفیگاش متغیره و سیستم صوتی هم یکه معمولا توی همه اینها با هم دیگه برابر هستش. کلیتش سیستمی که توی این رنج قیمت برای فیلم دیدن مطلوب باشه، کفش رو من در نظر گرفتم. شما میتونید بهترین سیستم هم بگیر برای فیلم دیدن، ولی کفش میشه همچین چیزی که خدمتتون عرض کردم. خیلی مخلصیم، بازم دارم میگم اگر خوشتون میاد، اگر حال میکنید، لایک، کامنت، شیر، فالو، سابسکرایب، دیگه چی داریم؟ دیگه چیز دیگه نداریم، هر چی بلدید. و توی یوتیوب فقط کامنت عبارت بنویسید که یوتیوب ما، چون ما ویدیوهای فارسی زبان هستیم و جز به حالا با فیلتر شکن هم میریم نگاه میکنیم، ما رو با تشخیص نده که خیلی مخلصیم. دمتونم گرم. یه سری اتفاقات خوب هسته، جلوتر گام به گام توی ویدیوهای بعدی ازتون درخواست میکنم که انشالله یه روزی با هم بشینیم گپ و گفت کنیم. خیلی مخلصیم، خدافظ.